مقام های آمریکایی به دنبال سرنخ‌هایی هستند که مشخص کنند چگونه مظنونین به کشتار جمعی هفته گذشته در شهر سان برنارنینو در ایالت کالیفرنیا آمریکا به افراط‌گرایی روی آورده بودند. تاکنون جستجو بین وسایل شخصی به جای مانده از تشفین ملک و سید رضوان فاروق، مانند تلفن‌های موبایل و کامپیوتر، هیچ ارتباطی بین این زوج و گروه‌های عمده تروریستی نشان نداده است. We know they were in telephonic conversations with people here in the US. I am not aware of all the overseas connections yet. ما می‌دانیم که این زوج مکالمات تلفنی با افرادی در خاک ایالات متحده داشتند. ما هنوز از تمامی تماس‌های بین‌المللی آنها با خبر نیستیم. ما هم اکنون روی این مسئله با شرکای خارجی خود کار می‌کنیم. فاروق 28 ساله و همسر پاکستانیش ملک 29 ساله مظنون به قتل 14 نفر در یک مرکز بهزیستی در کالیفرنیا هستند. فاروق متولد آمریکا بود و پدر و مادرش از پاکستان مهاجرت کرده بودند. آنها نوزاد دختر 6 ماهه خود را نزد یکی از اقوامشان گذاشتند و سپس به کارکنان مرکز ارائه خدمات به معلولین شهر سان برناردینو حمله کردند. خانواده فاروق به دنبال دریافت سرپرستی این کودک هستند.